کتابخانه صوتی فارسی زبانان تقدیم می کند. همراهان گرامی، لطفاً برای توسعه فرهنگ کتابخانی و افزایش دانش همگانی با فشردن دکمه سابسکرایب و لایک و به اشتراک گذاردن آثار این شبکه ما را در این امر خطیر یاری فرمایید. برای دانلود و بازدید از دیگر آثار فرهنگی ما نیز لطفاً به پایگاه اینترنتی www.farhangfarsi.com مراجعه فرمایید. انسان و سمبول‌هایش، نوشته کارل گوستاو یونگ و برخی دیگر از روانشناسان و محققان معاصر با وی. کتاب انسان و سمبول‌هایش چشمانداز روشنی از اثرات اسطوره‌ها و سمبول‌ها در اشخاص به طور فردی و جامعه با عنوان مهمترین رکن شاکله فرهنگ پیش روی قرار می‌دهد. یک مثال جالب از این مورد خاطره پنهان یا توارد است. پاورقی، توارد، کریپتومنژیا، CRYPTOMNESIA. ادامه من. مصنفی ممکن است به طور مداوم روی یک طرح معین چیز بنویسد و بحثی را دنبال کند یا داستانی را به رشته تحریر کشد، ولی ناگهان از خط اصلی منحرف می شود. شاید فکر جدیدی به او دست داده باشد، یا تصویر جدیدی در نظر او مجسم شده، یا یک طرح فرعی به نظر او رسیده باشد. اگر از او بپرسید که چه چیز موجب انحراف شده است، جوابی نمی تواند بدهد. او حتی ممکن است متوجه این تغییر نیز نشده باشد، هرچند که حال اثری به وجود آورده است که کاملا تازه است و پیش از آن بر او معلوم نبوده است. با این حال بعضی اوقات به طور متقن می توان نشان داد که آنچه او نوشته است شباهت عجیبی به اثر یک مصنف دیگر دارد، اثری که او گمان می کند هرگز ندیده است. خود من نمونه جالبی از این موضوع در کتاب چنین گفت زرتشت نیچه دیدم که در آن مصنف واقعی را که در دفتر وقایع روزانه یک کشتی در سال 1686 نوشته شده بود تقریبا کلمه به کلمه آورده است. اتفاقا من شرح این واقعه را در کتابی که در حدود سال 1835 نیم قرن پیش از نوشته شدن کتاب نیچه چاپ شده بود خوانده بودم، و وقتی من قطعه مشابهی را در چنین گفت زرتشت دیدم از سبک غریب آن که با زبان معمول نیچه فرق داشت متعجب شدم. در نتیجه معتقد شدم که نیچه هم آن کتاب را خوانده است، هرچند که او اشاره‌ای به آن نکرده بود. من شرحی به خواهر او که هنوز زنده بود نوشتم و او تأکید کرد که وقتی برادرش 11 ساله بود با همان کتاب را خوانده‌اند. با توجه به این شرایط به هیچ وجه نمی‌توان به نیچه نسبت دوستی داد، و معتقدم که 50 سال بعد آن داستان به طور غیر منتظره یک باره به ذهن خودآگاه او متبادر شده است. در این موارد یادآوری اصیل اگرچه به صورت مکتوب در کار است. همین امر ممکن است برای موسیقیدانی اتفاق افتد
که یک آهنگ روستایی یا عامیانه را در کودکی شنیده باشد و هنگامی که در بزرگسالی به ساختن تم یک مهمان سمفونی دست می‌زند، آن آهنگ را یک بار در ذهن خود بیاورد. در چنین مواردی است که یک فکر یا تصویر از ذهن ناخودآگاه به ذهن خودآگاه برمی‌گردد. آنچه که من تا کنون درباره ناخودآگاه گفتم، چیزی بیش از یک طرح کلی از ماهیت و کنش این قسمت پیچیده روان انسان نیست. اما همین اندازه نیز باید نوع مواد نیمه خودآگاهانه ای را که سمبول‌های رویا خود به خود ممکن است از آن به وجود آیند معلوم دارد. ماده نیمه خودآگاهانه ممکن است از تمام امیال، هوس‌ها و مقاصد ما، از ادراکات و شهودهایمان، از افکار معقول و غیر معقول، استنباطها، قیاسها، استقراها، صغراها و کبراها و تمام انواع احساسهای ما تشکیل شود. هر یک و همه اینها می توانند به صورت جزئی، موقت و یا دائم ناخودآگاه شوند. این مواد بیشتر به این علت به صورت ناخودآگاه در آمدن که به اصطلاح جایی برای آنها در ذهن خودآگاه وجود ندارد. برخی از افکار شخص نیروی هیجانی خود را از دست می دهند و به صورت نیمه خودآگاه در می آیند. به این معنی که دیگر توجه ذهن خودآگاه ما را جلب نمی کنند، زیرا که غیر جالب یا نامربوط به نظر می رسند و یا ما به علتی می خواهیم که آنها را از نظر محو کنیم. این گونه فراموش کردن در حقیقت برای ما طبیعی و لازم است تا برای تأثیرات و افکار جدید در ذهن خودآگاه ما جا باز شود. اگر چنین چیزی رخ نمی‌داد، تمام مشاهدات و تجربه‌های ما در فوق آستانه خودآگاهی ذهن ما قرار می‌گرفت و انبوهی عظیم که ضبط آن غیر ممکن می‌بود تشکیل می‌داد. این پدیده امروز به حدی پذیرفته شده است که بیشتر اشخاصی که چیزی از روانشناسی می‌دانند، آن را امری مسلم به شمار می‌آورند. اما درست همانطور که محتویات ذهن خودآگاه ممکن است در ناخودآگاه ناپدید شوند، محتویات جدیدی که هرگز خودآگاهانه نبودند ممکن است از آن ناخودآگاه سر برآورند. مثلا یک نفر ممکن است ناگهان احساس کند که چیزی می‌خواهد وارد ذهن خودآگاهش شود، که چیزی در شرف وقوع است، یا مثل اینکه موشی این طرف ها وجود دارد. کشف این که ناخودآگاه فقط مخزن وقایع گذشته نیست، بلکه پر از نطفه‌های اوضاع و افکار روانی آینده نیز هست، مرا به برداشت جدیدم از روانشناسی رهنمون شد. بحث و جدل فوق‌العاده‌ای در اطراف این نکته به وجود آمده است. اما این حقیقتی است که علاوه بر خاطراتی که در گذشته بسیار دور خودآگاه بودند، تصورات نو و افکار خلاق نیست ممکن است از ناخودآگاه ظاهر شوند، تصورات و افکاری که هرگز قبلا خودآگاهانه نبودند. اینها مانند قارچ از اعماق تاریک ذهن می رویند و مهمترین قسمت روان نیمه خودآگاه را تشکیل می دهند. ما نمونه هایی از این حقیقت را در زندگی روزمره خود به صورت حل معماها با شیوه های جدید و شگفت‌انگیز می یابیم. بسیاری از هنرمندان، فیلسوفان و حتی دانشمندان برخی از بهترین افکار خود را به الهاماتی مدیونند که ناگهان از ناخودآگاهشان بروز کرده است. استعداد رسیدن به رگه غنی از این مواد و تبدیل آن به فلسفه، ادبیات، موسیقی یا کشفیات علمی یکی از نشانه‌های بارز پدیده است که معمولاً نبوغ نابیده می‌شود. ما می‌توانیم دلیل آشکار این حقیقت را در تاریخ علم بیابیم. مثلا پوانکاره، ریاضیدان فرانسوی، و کیکوله شنیدان به طوری که خودشان اعتراف کردند کشفیات مهم علمی خود را مدیون الهامات تجسمی ناگهانی ناخودآگاه بودند. پاورقی پوانکاره P-O-I-N-C-A-R-E کیکوله K-E-K-U-L-E ادامه من تجربه به اصطلاح عرفانی دکارت فیلسوف فرانسوی حاکی از همین الهام ناگهانی بود که او در آن پرتو نظم تمام علوم را دید. مصنف انگلیسی رابرت لوئیس استیونسون سالها در صدد نوشتن داستانی بود
که احساس نیرومند او را درباره دوگانگی وجود انسان بیان کند. پاورقی رابرت لوئیس استیونسن ROBERT LOUIS STEVENSEN ادامه من. او پیوسته در این فکر بود که طرح داستان دکتر جکیل و مستر هاید در رویایی به او الهام شد. بعداً من به نحوی مفصل تر وصف خواهم کرد که چگونه چنین ماده از ناخودآگاه می تراود و شکل تجلی آن را هم بررسی خواهم کرد. در اینجا فقط می خواهم خاطر نشان کنم که قدرت روان انسان در تولید این مواد جدید به خصوص وقتی با سمبول‌های رویا سر و کار داریم واقعاً اهمیت ویژه دارد. زیرا من در کار حرفه خود بارها به این نتیجه رسیدم که تصویرها و افکاری را که رویا حاوی آنهاست شاید نتوان تنها بر مبنای حافظه توجیه کرد. آنها مبین افکاری هستند که هرگز به آستانه خودآگاهی نرسیده اند. صفحه 54 کنش رویاها. من درباره منشأ جهان رویاهای خودمان تا حدی به تفصیل سخن گفتم، زیرا که این جهان زمینه است که اغلب سمبول ها اساساً از آن پدید می آیند. متاسفانه فهم رویاها مشکل است. همان گونه که قبلا تذکر داده ام، رویا به هیچ وجه با جلوه های ذهن خودآگاه شباهت ندارد. در زندگی روزمره، انسان درباره آنچه که می خواهد بگوید فکر می کند. بهترین طرز بیان را برای آن انتخاب می کند و می کوشد تا اظهاراتش دارای پیوند منطقی باشد. مثلا یک شخص تحصیل کرده از ادای اصطلاحات مبهم اجتناب می کند تا مشکلی در فهم مقصود او پیش نیاید. اما بافت رویاها کاملا وضع دیگری دارد. در رویا تصاویر مضحک و متضاد با هم می آمیزند. حس عادی وقت از میان می رود و اشیای پیش پا افتاده ممکن است جنبه شگفت‌انگیز یا تهدید کننده به خود بگیرند. اینکه ناخودآگاه مواد خود را تا این حد متفاوت با الگوی ظاهراً منظمی تنظیم می کند که ما در زندگی بیداری بر افکار خیش تحمیل می کنیم ممکن است عجیب بنماید. با این حال هر کس که لحظه‌ای برای به خاطر آوردن یک رویا مکث کند از این تضاد که در حقیقت یکی از علل اصلی اشکال فهم رویاها توسط یک شخص عادی است آگاه می شود. در برابر تجربه های زمان بیداری رویاها به کلی ناقد معنی هستند و بنابراین شخص عادی مایل است که یا آنها را نادیده بگیرد و یا اعتراف کند که از فهم آنها عاجز است. اگر ما نخست قبول کنیم که افکاری که در زندگی ظاهراً منظم زمان بیداری خود با آنها سر و کار داریم به هیچ وجه تا آن اندازه که میپنداریم دقیق نیستن، شاید فهم این نکته آسان‌تر از آن شود که فکر می‌کنیم. برعکس، هر قدر آنها را دقیق‌تر بررسی کنیم، به همان نسبت معنی آنها و اهمیت عاطفی آنها برای ما کمتر دقیق می‌شود. دلیل این امر این است که هرچه ما می‌شنویم یا تجربه می‌کنیم، می‌تواند به صورت نیمه خودآگاه درآید، یعنی وارد ناخودآگاه شود. حتی آنچه که ما در ذهن خودآگاه خیش نگه می‌داریم و می‌توانیم آن را به اراده خود دوباره به یاد بیاوریم، یک تهرنگ ناخودآگاهانه پیدا کرده که هر وقت فکر اصلی مجدداً به خاطر می‌آید، اثر آن نمایان خواهد بود. تأثیرات ذهن خودآگاه ما فوراً عنصری از معنی ناخودآگاهانه به خود می‌گیرند که از لحاظ روانی برای ما مهم است. هرچند که ما به طور خودآگاه از وجود این معنی نیمه خودآگاه یا نحوه تأثیر آن در گسترش یا مبهم شدن معنی عادی خبر نداریم. البته این تهرنگ‌های روانی در اشخاص مختلف متفاوت است. هر یک از ما هر گونه فکر مجرد یا کلی را در متن ذهن فردی خود دریافت می‌کنیم و به همین جهت ما آن را به شیوه فردی خاص خود می‌فهمیم و به کار می‌بندیم. مثلا وقتی که من در حین گفتار اصطلاحاتی را از قبیل کشور، پول، بهداشت یا جامعه به کار می‌برم، چنین فرض می‌کنم که شنوندگانم کم و بیش همان چیزی را می‌فهمند که خود من فهمیدم. اما من در این اظهار نظر عبارت کم و بیش را تاکید می‌کنم. هر کلمه برای هر کس معنای اندک متفاوتی دارد.
حتی در میان کسانی که دارای زمینه فرهنگی یکسان باشند. علت این تفاوت آن است که یک فکر کلی به شیوه فردی دریافت می شود و از این رو تا حد مختصری به نحو فردی درک می شود و به کار می رود. و وقتی که افراد از لحاظ تجربه های اجتماعی، سیاسی، دینی و روانی تفاوت زیاد با هم داشته باشند، تفاوت معنی هم طبیعتاً زیاد خواهد بود. تا وقتی که مفاهیم با کلمات منطبق باشد، تفاوت معنی تقریباً نامحسوس است و عملاً نقشی ندارد. اما وقتی که یک تعریف یا توضیح دقیق لازم باشد، گاه به تفاوت‌های بسیار شگفت‌انگیز برمی‌خوریم. نه تنها در فهم عقلی اصطلاح، بلکه مخصوصاً در فهم‌های عاطفی و کاربردهای آن. به طور کلی این تفاوت‌ها نیمه خودآگاهانه‌اند و بدین جهت هرگز متوجه آنها نمی‌شویم. ممکن است این فرق‌ها را سایه روشن غیر ضرور و کم اهمیت معنی تلقی کنیم که با احتیاجات روزانه ارتباطی ندارند. اما همین وجود آنها نشان می‌دهد که حتی متحقق‌ترین محتویات خودآگاهی را حاله‌ای از ابهام فرا گرفته است. حتی یک مفهوم فلسفی یا ریاضی که به نحوی بسیار دقیق تعریف شده باشد و ما یقین داشته باشیم که فهوایی بیش از آنچه که ما برای آن مشخص کرده‌ایم ندارد، باز معنی آن بیش از چیزی است که ما فرض کرده‌ایم. این یک واقعه روانی است و چون چنین است تا حدودی ناشناختنی است. حتی اعدادی که ما در شمارش به کار می‌بریم بیش از آن هستند که ما می‌انگاریم. آنها در عین حال عناصری اسطوره‌ای هستند. برای فیثاغورسیان حتی جنبه الهی داشتند. اما وقتی که ما آنها را برای منظورهای عملی به کار می‌بریم، از این امر بی‌خبریم. به طور خلاصه، هر مفهومی در ذهن خودآگاه ما دارای تداعی‌های روانی مخصوص به خود است. در حالی که این تداعی‌ها ممکن است از حیث شدت فرق کنند، از لحاظ اهمیت نسبی مفهوم برای کل شخصیت ما یا از لحاظ سایر افکار و حتی عقده‌هایی که این مفهوم در ذهن ناخودآگاه ما با آنها متداعی است، می توانند خاصیت طبیعی آن مفهوم را تغییر دهند. مفهوم مورد بحث ممکن است هنگام فرو رفتن در زیر سطح خودآگاهی به صورت چیز کاملا متفاوتی درآید. این جنبه‌های نیمه خودآگاهانه هر اتفاقی که برای ما روی می‌دهد ممکن است ظاهراً در زندگی روزانه ما خیلی کم اهمیت به نظر رسند. اما در تحلیل رویا، هنگامی که روانشناس با جلوه‌های ناخودآگاه سر و کار پیدا می‌کند، این جنبه‌ها اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کنند، زیرا که ریشه‌های تقریباً نامرئی افکار خودآگاهانه ما هستند. به همین جهت است که اشیا یا افکار پیش و پا افتاده می توانند در عالم رویا چنان اهمیتی به خود بگیرند که ما ممکن است چیزی جز یک اتاق مقفل یا قطاری که به موقع به آن نرسیده ایم در خواب ندیده باشیم و با این حال هراسان بیدار شویم. صوری که در رویاها نمودار می شوند بسیار دیدنی تر و جالب تر از مفاهیم و تجربیاتی هستند که قرینه های آن صور در عالم بیداری می باشند. یکی از دلایل این امر آن است که در عالم رویا چنین مفاهیمی ممکن است معنی ناخودآگاهانه خود را نمایان سازند. ما در افکار خودآگاهانه خیش خود را به حدود بیانات منطقی محدود می‌سازیم. بیاناتی که چون آنها را از بیشتر تداعی‌های روانیشان آری کرده‌ایم، آنقدرها جالب نیستند. من یکی از رویاهای خود را به خاطر می‌آورم که تعبیر آن را مشکل یافتم. در این رویا من دیدم که مردی می گوشد تا پشت سر من برود و روی کولم بپرد. من درباره این شخص هیچ چیز نمی دانستم جز اینکه او به نحوی یکی از بیانات مرا انتخاب کرده و آن را چنان پیچ و تاب داده بود که منظور من به کلی تحریف شده بود. اما من نمی توانستم رابطه ای بین این موضوع و کوشش او برای پریدن روی پشتم چنان که در خواب دیده بودم پیدا کنم. در زندگی حرفه‌ای من بارها اتفاق افتاده است که کسی گفته‌های مرا تحریف کرده است و این موضوع آنقدر مکرر بوده که من حتی زحمت این فکر را به خود نمی‌دهم که آیا این تحریف‌ها مرا خشمگین می‌کند یا نه. البته کنترل خودآگاهانه واکنش‌های عاطفی ارزش خاصی دارد و من فوراً متوجه شدم که رویا نیز همین نکته را تذکر داده است.
رویا یک اصطلاح عامیانه اتریشی را گرفته و به یک تصویر گویا تبدیل کرده است. این عبارت که در گفتار عادی مردم رواج دارد چنین است: تو می توانی روی پشت من سوار شوی، که مقصود از آن این است که من به آنچه درباره‌ام می‌گویی اهمیت نمی‌دهم. معادل امریکایی این عبارت که ممکن است در رویای مشابهی مجسم شود این است: برو توی دریاچه بپر. می‌توان گفت که این تصویر رویا سمبولیک بود، زیرا که وضع را مستقیما نمایش نداد، ولی نکته را به طور غیر مستقیم با استعاره‌ای که من ابتدا نتوانستم بفهمم ابراز داشت. وقتی که چنین اتفاقی روی می‌دهد، به طوری که غالباً هم روی می‌دهد، تبدیل عمدی توسط رویا نیست، بلکه فقط انعکاسی است از نقایص فهم زبان تصویری که باری از عواطف بر روی خود دارد. زیرا ما در تجربه روزانه خود احتیاج به این داریم که مطالب را هر چه ممکن است دقیق‌تر بیان کنیم و یاد گرفته‌ایم که در زبان و افکار خود حشو و زوائد خیال را دور بریزیم، و به این ترتیب کیفیتی را که هنوز از خواص ذهن ابتدایی است از دست می دهیم. بیشتر ما تداعی‌های روانی وهمی را که هر شی یا فکری در بر دارد به ناخودآگاه سپرده‌ایم. اما بشر ابتدایی هنوز از این خواص روانی آگاه است. او برای حیوانات، گیاه‌ها یا سنگ‌ها قدرتی قائل است که ما عجیب و غیر قابل قبول می‌یابیم. مثلا یک جنگل نشین آفریقایی یک حیوان شبزی را هنگام روز می‌بیند و می‌داند که درمانگر قبیله است که موقتاً چنان شکلی به خود گرفته است. پاورقی درمانگر قبیله Medicine Man MEDICINEMAN منظور از درمانگران پزشکان قبیله هاست که بر اساس رشته‌ای از سنت‌ها و تجربه‌ها کار می‌کنند و البته با پزشکان تحصیل کرده فرق دارند. مترجم ادامه متن: یا ممکن است آن را روح جنگل یا روح یکی از اجداد قبیله خیش به شما را برد. پاورقی روح سول S-O-U-L ادامه متن: یک درخت ممکن است نقش بسیار مهمی در زندگی فرد ابتدایی ایفا کند و برای او مالک روح و صدای خود وی باشد. چنین فردی احساس می کند که در سرنوشت آن درخت سهیم است. در امریکای جنوبی عده‌ای از سرخپوستان هستند که شما را مطمئن می‌سازند توتی قرمز آرارا هستند، هرچند خود به خوبی آگاهند از اینکه بال و پر و منقار ندارند. پاورقی آرارا آرارو A-R-A-R-U ادامه متن: زیرا که در جهان افراد ابتدایی مرزهای مشخصی از آن قبیل که در جوامع معقول ما موجود است وجود ندارد. آنچه که روانشناسان هویت روانی یا اشتراک عرفانی می‌نامند از جهان مادی ما منتزع شده است. اما درست همین حاله تداعی‌های ناخودآگاه است که به جهان بشر ابتدایی رنگ و خیال می‌بخشد. ما این جنبه را بدان حد از دست داده‌ایم که وقتی آن را دوباره می‌بینیم تشخیص نمی‌دهیم. برای ما چنین چیزهایی در زیر آستانه قرار گرفتن و وقتی که اتفاقا نمودار می شوند ما حتی اصرار می بخشیم که واقعی برخلاف معمول رخ داده است. بارها اشخاص تحصیل کرده هوشمندی به من مراجعه کردند که از رویاهای عجیب، صور خیالی و حتی حالات رویایی خود سخت آشفته خاطر بودند. پاورقی رویایی Visions V-I-S-I-O-N-S نقل این واژه به معنی دقیق و به صورت یک کلمه به طوری که فهوای درست آن را در این متن برساند و با سایر لغات به کار رفته تعارض پیدا نکند ممکن نشد. Vision گاهی به معنی رویا آمده است، ولی در حقیقت یک حالت رویایی است و عبارت از دست یک رشته تصاویر ذهنی که در عالم جذبه، خلسه، بین خواب و بیداری بر انسان ظاهر می شود. ضمناً خواننده را متوجه می سازد که Ezekiel's Visions E-Z-E-K-I-E-L apostrophe S
V-I-S-I-O-N-S رویای حزقیال ترجمه شده است و این ترجمه همان است که در متن فارسی و عربی کتاب مقدس نیز آمده است و با رویا به معنی dreams D-R-E-A-M نباید خلط شود. این همان رویایی است که بین نوم و یقظه غالباً به انبیا و اولیا دست داده است. مترجم ادامه متن: آنان تصور می‌کردند که این قبیل چیزها در کسی که ذهن سالم داشته باشد دیده نمی‌شود و هر کس که دستخوش حالات رویایی بشود قاعدتاً باید به اختلالات مرضی مبتلا شده باشد. یک عالم الهیات یک بار به من گفت که رویای حزقیال چیزی بیش از علائم بیماری نبوده و وقتی که موسی و سایر پیامبران صداهایی شنیدند که با آنها سخن می‌گفته دستخوش توهم بودند. می توان هراس او را وقتی که یکی از این حالات بی مقدمه به خود او دست داد مجسم کرد. ما چنان به کیفیت ظاهراً معقول دنیای خیش عادت کرده ایم که به زحمت می توانیم تصور کنیم واقعی روی دهد که توضیح آن با عقل و شعور معمولی ممکن نباشد. بشر ابتدایی وقتی که با رویداد شگفت‌انگیزی از این قبیل روبرو شود نسبت به سلامت عقل خود شک نمی کند، بلکه فوراً به یادگارها، ارواح و خدایان می‌اندیشد. پاورقی یادگارها fetishes F-E-T-I-S-H-E-S ادامه مد: با این همه عواطفی که بر ما اثر می‌کنند، درست همین حال را دارند. در حقیقت وحشت‌هایی که از تمدن ظریف و پیچیده ما منشأ می‌گیرند، ممکن است خیلی تهدید کننده تر از آنهایی باشد که مردم ابتدایی به شیاطین نسبت میدهند. طرز فکر انسان متمدن جدید گاه مرا به یاد یکی از بیماران روانپریش کلینیکم که خود پزشک بود می اندازد. پاورقی روانپریش سایکاتیک P-S-Y-C-H-O-T-I-C ادامه مد: یک روز صبح من حال او را پرسیدم و او جواب داد شب خوشی را گذرانده است که طی آن تمام آسمان را با کلرور جیوه ضد عفونی می‌کرده، ولی در تمام مدتی که مشغول این عمل بهداشتی مفصل بوده کوچکترین نشانی از خدا ندیده است. در اینجا ما شاهد یک نبان نجندی یا چیزی بدتر از آن هستیم که در آن به جای خدا یا ترس از خدا روان نجندی استرابی یا نوعی ترس واهی وجود دارد. پاورقی ترس واهی فوبیا P-H-O-B-I-A ادامه مد: هیجان همان است که بوده است، ولی هم نام و هم ماهیت شیء مربوط به آن به چیزی بدتر مبدل شده است. من یک استاد فلسفه را به خاطر دارم که یک بار در مورد ترس واهی خود از سرطان با من مشورت کرد. او گرفتار این اعتقاد وسواسی بود که یک عقده بدخیم دارد، هرچند که نتیجه چندین پرتونگاری نشان می‌داد که چنین چیزی در بین نیست. او می‌گفت: اوه، من می‌دانم که چیزی نیست، اما ممکن است چیزی باشد. چه چیزی در وی چنین فکر را به وجود آورده بود؟ این فکر مسلماً ناشی از ترسی نبود که در نتیجه اندیشه خودآگاهانه به وجود آمده باشد. این فکر بیمارگون یک بار بر او چیره شده و چنان قدرتی داشته که وی قادر به کنترل آن نبوده است. برای این شخص تحصیل کرده، اعتراف به چنین امری بسیار مشکل تر از آن بود که یک آدم ابتدایی بگوید شبحی او را آزار می داده است. نفوذ آزاردهنده اشباح شریر برای یک فرد ابتدایی لااقل فرضی است قابل قبول، اما برای شخص متمدن اعتراف به این امر که ناراحتی او چیزی جز یک بازی احمقانه خیال نیست واقعا تکان دهنده است. من چندین مقایسه از این قبیل میان انسان جدید و فرد ابتدایی کردم. چنان که بعداً نشان خواهم داد، چنین مقایسه هایی برای فهم سمبول سازی انسان و نقشی که رویاها در بیان سمبول ها ایفا می کنند ضروری است، زیرا که بسیاری از رویاها تصویرها و تداعی هایی را عرضه می کنند یا افکار اسطوره ها و مناسک بشر ابتدایی شباهت دارد. این تصاویر رویا را فروید بقایای کهنه نامیده است. پا
پاورقی بقایای کهنه Archaic Remnants A-R-C-H-A-I-C R-E-M-N-A-N-T-S ادامه من این اصطلاح ها کی هست از اینکه آنها عناصر روانی هستند که از آثار بسیار قدیم در انسان باقی ماندند. این نظر را کسانی عنوان می کنند که ناخودآگاه را فقط زایده ای از ذهن خودآگاه می دانند. یا اگر به نحوی واضح تر بگوییم، ناخودآگاه را مانند ظرف خاکروبه‌ای که تمام فضولات ذهن خودآگاه را در خود جای می دهد می دانند. تحقیقات بیشتری به من نشان داد که این عقیده سست است و باید ترد شود. من دریافتم که تداعی ها و تصویرهایی از این قبیل جزء جدایی ناپذیر ناخودآگاهند و عمومیت دارند. اهم از اینکه بیننده رویا تحصیل کرده یا بی‌سواد، باهوش یا کودن باشد و به هیچ وجه بقایای بیجان یا بی‌معنی نیستند. آنها هنوز فعالند و مخصوصاً با ارزشند. همون گونه که دکتر هندرسن در یکی از فصول بعدی این کتاب نشان داده است. و این درست به سبب ماهیت تاریخی آنهاست. تداعی ها و تصویرهای مذکور پلی هستند بین شیوه های ابراز افکار خودآگاهانه از یک سو و یک شکل ابراز ابتدایی تر، متنوع تر و مصورتر از سوی دیگر. این شکل اخیر است که مستقیماً با احساسات و عواطف ما سر و کار دارد. این تداعی های تاریخی حلقه اتصال بین جهان معقول خودآگاهی و جهان غریزند. من قبلاً از تضاد جالب میان افکار کنترل شده‌ای که در زندگی بیداری خود داریم و قنای تصاویری که در خواب به وجود می‌آیند بحث کردم. حال می‌توان علت دیگری برای این فرق یافت و آن اینکه چون ما در زندگی متمدن خیش افکار بسیاری را از انرژی عاطفی‌شان آری کرده‌ایم، دیگر در برابر آنها واقعاً واکنش نمی کنیم. ما این قبیل افکار را در گفتارمان به کار می بریم و وقتی که دیگران نیز آنها را به کار می برند، یک واکنش متعارف نشان می دهیم، ولی آنها تأثیر عمیقی روی ما نمی کنند. یک چیز دیگر لازم است تا برخی امور را به نحو مؤثرتری بفهمیم و نگرش و رفتارمان تغییر کند. پاورقی نگرش attitude attitude ادامه متن این کار را زبان رؤیا انجام می‌دهد. سمبولیسم این زبان آنقدر از انرژی روانی بهره مند است که ما مجبوریم به آن توجه کنیم. مثلا خانومی بود که پیش‌داوری‌های احمقانه و مقاومت سرسختانه اش در برابر بحث مستدل شهرتی به سزا داشت. ممکن بود کسی تمام شب را با او به استدلال بپردازد و هیچ نتیجه نگیرد. او کوچکترین اعتنایی به حرف هیچ کس نداشت. اما آنچه که دیگران نتوانسته بودند به او حالی کنند، رویایش از راه دیگری به او فهماند. یک شب در خواب دید که در یک مهمانی بسیار مهم شرکت کرده است. خانم میزبان در مدخل
همراهان گرامی، لطفاً برای توسعه فرهنگ کتابخوانی و افزایش دانش همگانی با فشردن دکمه سابسکرایب و لایک و به اشتراک گذاردن آثار این شبکه ما را در این امر خطیر یاری فرمایید. برای دانلود و بازدید از دیگر آثار فرهنگی ما نیز لطفاً به پایگاه اینترنتی www.farhangfarsi.com مراجعه فرمایید.